سرخط خبرها. 1374 مبتلا، 73 قربانی کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته. آمارهای رسمی ادامه سیر نزولی را نشان می‌دهد. کرونا میان نیمی از مردم دنیا فاصله انداخته. در ژاپن پزشکان از احتمال فروپاشی سیستم درمانی می‌گویند. شیوع کرونا در روسیه، وضعیت بیمارستان‌های مسکو بحرانی است. پوتین مراسم جشن پیروزی را لغو کرد. و روی دیگر کرونا در جهان، خانه نشینی آدم‌ها مجالی شده برای حیات وحش. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. وزارت بهداشت ایران میگوید در 24 ساعت گذشته 73 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که پایین ترین آمار روزانه مرگ در ایران از 21 اسفند است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفته روند شیوع کرونا در بعضی از استان‌ها کاهش یافته، اما مقام‌های وزارت بهداشت هشدار می‌دهند که خطر کرونا همچنان جدی است و باید فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. صحبت‌های ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی. حسن روحانی می‌گوید روند گسترش کرونا در بعضی از استان‌ها کاهش پیدا کرده و از وزارت بهداشت خواسته با همکاری ستاد ملی مقابله با کرونا از سرگیری فعالیت کسب و کارها با ریسک متوسط را بررسی کند. اعلام شده مشاغل پرخطر مثل ورزشگاه‌ها، آرایشگاه‌ها و پاساژهای سرپوشیده همچنان بسته خواهند ماند. اما علیرضا زالی رئیس ستاد پیشگیری از کرونا در استان تهران می‌گوید خطر همچنان جدی است و کرونا در تهران همچنان در مرحله اپیدمیک است و باید فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود. با اینکه مقام‌های مختلف بر فاصله گذاری اجتماعی تاکید دارند، اما شرایط رعایت آن عملاً فراهم نیست. هشدار می‌دهیم هنوز کل جهان و از جمله کشور ما در معرض خطر از سرگیری و رشد شدید ویروس کرونا است و ما باید اصول علمی و اصول بهداشتی لازم رو هنوز کماکان رعایت کنیم و به عبارت دیگه به زندگی با ویروس تا اطلاع ثانوی عادت کنیم. این تصاویر از مقابل دفتر نمایندگی شرکت ایرانسل در رشت منتشر شده. ازدحام برای گرفتن سیم کارت. دلیل آن هم اصرار دولت است. اینجا اردبیل است و اینجا در خرم‌آباد حضور مردم بدون فاصله گذاری اجتماعی برای گرفتن سیم کارت. دولت گفته سرپرست خانواده هایی که یارانه نقدی به آنها تعلق می گیرد باید با سیم کارتی به نام خودشان کد ملیشان را به شماره‌ای که وزارت رفاه داده بفرستند. استفاده از وسایل نقلیه عمومی هم این روزها پرخطر است. طبق برآورد وزارت بهداشت بیشترین میزان سرایت کرونا از طریق وسایل نقلیه است. مسافران مجبور به استفاده از وسایل نقلیه عمومی هستند. دولت ادارات و کسب و کارها را تعطیل نمی‌کند و برای شناور شدن ساعات کاری هم اقدامی نکرده. خیابان‌ها و بزرگراه‌های شهر تهران هم امروز شاهد ترافیک سنگین بود. تقریبا آمارهایی که گرفتیم یه چیزی در حدود 75% نسبت به سال گذشته، مثل همچین روزی ما افزایش ترافیک در محدوده مرکزی شهر رو داریم. اگه بخوایم حالا خیلی ساده‌تر بگیم یه چیزی حدود 2 برابر خودروها وارد این محدوده شدن. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران تاکنون 80,868 نفر به کرونا مبتلا شدند. 5,031 نفر از مبتلایان به کووید 19 جانشان را از دست دادند. 55,987 نفر هم بهبود پیدا کردند. مطابق آخرین گزارش ها کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت میگوید در 24 ساعت گذشته تنها 73 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که پایین ترین آمار روزانه مرگ از 21 اسفند است. بعضی مقام‌های بیمارستانی و نمایندگان مجلس می‌گویند آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت کمتر از آمار واقعی ابتلا به کرونا در ایران است. ایران میگوید مقدمات دریافت وامی چند میلیون دلاری از بانک جهانی فراهم شده. وامی رو از بانک جهانی دارین دریافت میکنین به میزان 50 میلیون دلار که مقدمات این کار انجام شده. به خوشبختانه کارهای اولیه با هماهنگی همه دستگاه‌ها، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌هایی که باید مجوز صادر کنه انجام میشه.
صندوق بین المللی پول پیش از این گفته بود به زمان طولانی تری برای بررسی درخواست وام 50 میلیون دلاری ایران نیاز است. آمریکا هم مخالفت خود را با پرداخت وام به ایران اعلام کرده بود. تاکنون گزارشی از تایید درخواست ایران از صندوق بین المللی پول منتشر نشده. فرین عاصمی، بی بی سی. و فرین تقی‌زاده اینجا با ماست، البته اینجا نه، تو خونه لندن با ماست. فرین، با توجه به اینکه یک سری از کسب و کارهای کوچک حالا دوباره شروع کردن به کار در ایران، واکنش مردم به این موضوع چه بوده در فضای مجازی؟ این کسب و کارها تقریبا از یک هفته گذشته در بسیاری از استانها مشاغل کم خطر به نوعی شروع کردم به کار. از امروز تهران به این جمع پیوسته و چیزهایی که در شبکه‌های اجتماعی گفته میشه، تصاویری که منتشر شده از توسط خود کاربران نشون میده که در تهران هم برخی از خیابون‌ها شلوغ هستن و ازدحام وجود داره. مشخصا نگرانی‌ها از وسایل حمل و نقل عمومی هست، مثل مترو یا اتوبوس‌ها. ما یک ویدیو دریافت کردیم از یک دفتر کارگزاری بیمه در تهران که انبوه جمعیت رو توش می‌بینیم و اون کاربر که برای ما فرسته نوشته با توجه به اینکه میگم با فاصله گذاری اجتماعی صورت بگیره، ولی میبینیم که در این دفتر کارگزاری بیمه این اتفاق نیفتاده و بسیاری هم در مورد این صفحه‌هایی که برای وام 1 میلیون تومانی و ماجرای سیم کارت‌ها در بسیاری از شهرها پیش اومده و پدید اومده دارن انتقاد میکنن. از جمله آقای آذر جهرمی وزیر ارتباطات هم در همین رابطه توییتی کرده، گفته که این کار بسیار اشتباهه، باید سریع متوقف بشه، مردم بمونن تو خونه، به آدرس اونها سیم کارت فرستاده بشه تا یه راه دیگه رو در حقیقت انجام بدن. در مورد اینکه مشاغل کم خطر چه مشاغل هستن، از ابتدای این طرحهای فاصله گذاری هوشمند کمی گیج کننده بود برای کاربران، برای همین توضیحات بیشتری در روزهای بعد از انتشار این خبرها هم اومد که الان در مورد این صحبت میکنن که مشاغل پرخطر مثل مثلا تالارها، رستورانها، کافه ها، استخرها، سوناها یا سالن‌های زیبایی زنانه بسته هستن. فکر میکنم مردانه هم البته توش قرار گرفته باشه. همینطور مراکز تجاری، پاساژها و جاهایی که به صورت سربسته هستن. ولی مسائلی که در توییتر فارسی امروز مطرح شده بود این که اطراف بازار تهران امروز شلوغ بوده و مشخصا از چند تا بازار اسم می‌بردن، مثل بازار مبل تهران یا آفتاباد یا مرکز موبایل پایتخت یا برخی از نمایشگاه‌های ماشین، می‌گفتن اینجاها چرا باید باز باشه، یا مثلا کتاب فروشی‌ها هم یه سری بهش انتقاد می‌کردن که آیا جزء کارهای کم خطر هستش یا نه. ولی در کنار همه اینها مسئولین در ایران، مسئولین بهداشت ایران، وقتی که هفته گذشته این فاصله گذاری اجتماعی هوشمند رو اجرا کردن، از مردم خواستن که خودتون اگر که کار فوری ندارین و لازم نیست که به خیابون برین، تو خونه بمونید و نگران حال خودتون و بچه هاتون باشین. متشکرم ازت فرین تقی‌زاده. حسین قاسمی، دبیر کل کمیته اجتماعی انتظامی ستاد مبارزه با کرونا در ایران، گفته شهروندان پاکستان و افغانستان اجازه ورود به ایران را ندارند. آقای قاسمی دلیل این تصمیم را گسترش شیوع ویروس کرونا و مشکلات دیگر خوانده، اما توضیح بیشتری نداده. در هفته‌های اخیر پاکستان، افغانستان و چند کشور دیگر منطقه اعلام کرده بودند اولین موارد ابتلا در این کشور مربوط به کسانی بوده که از ایران آمده بودند. ایران به عنوان مرکز شیوع کرونا در غرب آسیا بالاترین موارد ابتلا و مرگ را در این منطقه دارد. در جهان شمار مبتلایان به کووید 19 به بیش از 2 میلیون نفر رسیده و نیمی از جمعیت جهان در سایه تمهیدات فاصله گذاری اجتماعی زندگی میکنند. نزدیک به 140 هزار نفر هم جان خود را از دست دادند. با افزایش شمار مبتلایان در ژاپن، نخست وزیر وضعیت اضطراری اعلام کرد. همزمان پزشکان هشدار دادند امکاناتشان برای رسیدگی به شمار زیاد بیماران محدود است و نظام درمانی رو به فروپاشی است. بارون عباسی گزارش می‌دهد. پارک‌های ژاپن رنگارنگ از شکوفه‌های بهاری، منظره‌ای که هر سال میلیون‌ها بازدیدکننده به اینجا می‌آورد. کرونا اما امسال مهمان‌ها را رانده و پارک‌ها را به تعطیلی کشانده. در پس این سکوت آرامش، افزایش شمار مبتلایان و جان باختگان، اعلام وضعیت اضطراری در کشوری که پیشتر به نظر می‌رسید بیماری را تحت کنترل درآورده. از مردم می‌خوام تا جایی که می‌تونن بیرون نرن، با کسی تماس برقرار نکنن. این کار برای حمایت از کارکنان درمانی و نجات جان انسان ها لازم. ف
فشار روی مراکز درمانی در ژاپن بالا رفته و کمبود تخت خالی باعث شده اورژانس‌ها از پذیرش بعضی بیماران خودداری کنند. پزشکان هشدار دادند سیستم درمانی رو به فروپاشی است. اینجا در بریتانیا با بیش از 108,000 مورد ابتلای قصعی، نگرانی از کمبود لباس‌های محافظتی. اتحادیه پزشکان هشدار داده این تجهیزات ممکن است در بعضی از بیمارستان‌ها همین امروز و فردا تمام شود. در پاسخ دولت می‌گوید تقاضا برای این لباس‌ها در جهان از عرضه بیشتر است و سفارش‌هایی که هفته‌ها قبل فرستاده شده را تازه تحویل گرفته. وزارت بهداشت می‌گوید در تلاش است تا تجهیزات لازم را به بیمارستان‌ها برساند، اما تا آن موقع بعضی از لباس‌های محافظتی را می‌توان دوباره استفاده کرد. پیشنهادی که واکنش تند اتحادیه پزشکان را در پی داشته. نمیشه از هیچ یک از کارکنان مراکز درمانی انتظار داشت که حین انجام کار جان خودشون رو به خطر بندازن. اینکه دولت حتی بعد از یک ماه نتونسته مشکل کمبود تجهیزات محافظتی را حل کنه واقعا ناامید کننده است. در آمریکا دومین روز اعتراضات در بعضی از ایالت‌ها علیه دستور ماندن در خانه. اجتماع معترضان بیرون فرمانداری مینه‌سوتا، اعتراضاتی که در میشیگان و ویرجینیا هم دیده شده بعد از اینکه دونالد ترامپ در یک رشته توییت از شهروندان خواست این ایالت‌ها را به گفته او آزاد کنند. رئیس جمهوری آمریکا بی‌صبرانه خواستار از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی و شاکی از فرمانداران دموکرات این سه ایالت که هنوز محدودیت‌ها را لغو نکردند. او بعد از توییت‌هایش در نشستی خبری از معترضان دفاع کرد. این مردم فقط دارن نظرشون رو ابراز میکنن. خیلی آدم‌های مسئولی به نظر میرسن، اما باهاشون سختگیرانه رفتار شده. بزرگترین اقتصاد جهان با بیش از 700,000 مبتلا و نزدیک به 37,000 جان باخته به کانون کرونا تبدیل شده و تعطیلی کسب و کارها بیش از 22 میلیون نفر را از کار بیکار کرده. آن هم در حالی که چند ماه بیشتر تا انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده. اینجا در بیت المقدس برافروختن آتش تنها در حضور گروه کوچکی از کشیشان ارتدوکس. در روزهایی که شیوع کرونا، حتی مراسم یادبود رستاخیز مسیح را هم تغییر داده. باران عباسی، بی بی سی. با افزایش شمار مبتلایان به کووید 19 در روسیه، بیمارستان‌های این کشور با خطر کمبود تخت مواجه شدند. نگرانی از بدتر شدن شرایط باعث شده ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور مراسم جشن روز پیروزی را که یکی از مهمترین مناسبت‌های ملی این کشور است به تعویق بیاندازد. استیو روزنبرگ از مسکو گزارش می‌دهد. Rarely has Moscow felt so calm. به ندرت پیش آمده که مسکو اینقدر آرام باشد. اینقدر خالی. اینقدر ساکت. یک شهر 12 میلیون نفره در قرنطینه. بی سر و صدا. اما همه جا اینطور نیست. در بومه مسکو آمبولانس ها بیرون بیمارستانی که بیماران کووید 19 را پذیرش می کند صف کشیدند. خدمه آمبولانس ها مجبور شدند بیش از 9 ساعت در صف بمانند تا نوبت پذیرش بیمار آنها برسد. به این صف نگاه کنید. این صف نشانه ای از وضعیت اضطراری در روسیه است. در بیمارستان دیگر پزشکان برای شروع شیفت کاری خود در بخش بیماران کووید 19 آماده می شوند. از آنجایی که مسکو در مرکز شیوع بیماری است، بیمارستان از حالا بیش از ظرفیت خود بیمار دارد. اما رئیس بیمارستان به وضعیت اضطراری عادت دارد، چون قبلا یکی از امدادگران فاجعه چرنوبیل بوده است. فشار روی ما خیلی زیاده. هر روز تقریبا 150 بیمار جدید میاد. هنوز به مرحله فروپاشی نرسیدیم، اما داریم نزدیک میشیم. وقتی گیورگی با علائم کووید 19 بیمار شد و به سختی نفس میکشید، دوبار درخواست آمبولانس کرد، اما هیچ آمبولانسی نیامد. نظام درمانی زیر فشار سنگینی بود. وقتی بالاخره به بیمارستان رسیدم، انگار خط مونتاژ کارخونه رو می‌دیدم. آمبولانس‌ها مرتبا می‌مدان و بیماران بیشتری رو می‌بردن. فشاری که روی نظام درمانی میاد در حد فاجعه است. تصمیم گرفتم برگردم خونه. حالا اکثر بیمارا بدتر از من بود.
بیماری همگیر روی نظام‌های درمانی همه کشورها از جمله روسیه فشار عظیمی وارد می‌کند. مقامات روسیه هشدار می‌دهند که ممکن است تا دو هفته دیگر بیمارستان‌ها برای بیماران کووید 19 جا نداشته باشند. این بزرگترین چالشی است که رئیس جمهور روسیه با آن روبرو شده و سبب شده ولادیمیر پوتین مراسم سالانه روز پیروزی در 9 ماه می در میدان سرخ مسکو را به تعویق بیندازد. برنامه جشن‌های بزرگ سال روز پایان جنگ جهانی دوم فعلا کنار گذاشته شده. قرنطینه در مسکو شدیدتر می شود. اکنون برای استفاده از خودرو یا حمل و نقل عمومی باید مجوز دیجیتال داشته باشید. هدف این است تا با خالی کردن خیابان‌ها از اهالی مسکو از سرعت شیوع بیماری بکاهند. Steve Rosenberg, BBC News, Moscow. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. بر اساس گزارش‌های رسمی در 24 ساعت گذشته سیر نزولی آمارهای شیوع کرونا در ایران ادامه یافت. تعداد موارد جدید ابتلا حدود 1400 مورد و شمار جانباختگان هم 73 نفر اعلام شده. پزشکان در ژاپن درباره احتمال فروپاشی کامل سیستم درمانی این کشور در برابر شیوع گسترده کرونا هشدار دادند. ادامه برنامه. بگو مگو بر سر زندانی هایی که طالبان آزاد کردند. دولت افغانستان میگوید هویتشان جعل شده. کابل، پایتخت افغانستان، در چند روز گذشته بالاترین آمار ابتلا به ویروس کرونا را در کشور داشته. در شبانه روز گذشته از تقریبا نیمی از 27 مورد جدید در کابل، همه آنها در کابل بودند، تا امروز موارد ابتلا رسمی به 933 نفر رسیده که از این تعداد 33 نفر جان باختند. همکارم نسرین نوا از کابل و ماست. چطور شده که آمار در کابل اینقدر افزایش پیدا کرده نسرین؟ با توجه به اینکه میدونیم که در هرات آمار زیاد ابتدا در هرات بود. دقیقاً از شروع ویروس کرونا در افغانستان، هرات هر روز آمار مثبت بیشتری را ثبت می‌کرد، ولی در چند روز گذشته آمار بیشتر در کابل ثبت میشه و آمار مثبت در هرات به مراتب پایین آمده. این باعث شده که تردیدهایی را ایجاد بکنه، که یک عده بگن که شاید تست های کمتری در این روزها در هرات گرفته شده به دلیل کمبود کتای تشخیصی و لوازم تشخیصی، چون قبلا این اتفاق در هرات افتاده بود. برای چند روز اینا با کمبود مواد روبرو شده بودن و هیچ تستی گرفته نمیشد و بعد از چند روز هم تعداد تست‌هایی که انجام می‌شد خیلی پایین بود. ولی خب دو سه روز قبل میشه این مورد را به او صادقانه است، ولی امروز، یعنی در یک شبانه روز گذشته، حدود 95 تست در کابل انجام شده، 94 تست هم در هرات. نتیجه در هرات 2 مورد بوده و در کابل 12 مورد. بنابراین این نشان میده که ممکن نیست حتما دلیل پایین آمدن آمار کمبود تست‌ها باشه، ولی خب نوسانات در آمار در روزهای مختلف وجود داره و نمیتونه که خیلی دلیل مشخصی داشته باشه، اگرچه مسئولین دولت تا حالا مدعی هستن که احتمالاً قرنطینه در هرات تانسته مؤثر واقع بشه و به همین دلیل هست که آمار در هرات پایین آمده، اگرچه بارها همین مسئولین مردم را نقد کردن که قوانین قرنطینه را رعایت نکردن و آنطور که باید میبود تا حالا نبوده. دلیل پایین آمدن آمار هنوز خیلی زود هست که در موردش قضاوت کرد که آیا واقعا این بیماری در هرات مهار شده یا نه، ولی این که هنوز در ولایت‌های دیگه مثل کابل سیر سعودی داره این خودش رو میگه. نسرین، مقامات ایران ورود اتباع افغان رو ممنوع کردن به ایران، واکنشی آیا در افغانستان به این موضوع وجود داشته؟ من قسمت دوم صدایتان از دستم، ولی فکر کنم در مورد واکنش دولت پرسیدین، در رابطه با اینکه دولت ایران ورود اتباع افغانستان رو به ایران ممنوع کرده. تا کنون دولت افغانستان واکنش رسمی نداشته، اگرچه
این ممنوعیت از ماه کوت یا اسفند شروع شده. از همون وقت یعنی تقریبا دو ماه پیش دولت ایران در رابطه و ورود از با افغانستان محدودیت ایجاد کرد و در کل هیچ افغانی اجازه ورود نداشته، اگرچه برعکسش یعنی ورود مردم افغانستان به کشور خودشان از ایران همچنان مجاز بود و هنوز هم ای برگشت مهاجران افغان از ایران ادامه داره. ولی خب در چنین شرایطی هیچ افغانی، شرایطی که بیشترین آمار ابتلا در منطقه ایران داره و وضعیت خطرناک، هیچ کسی حاضر نیست به ایران بره و خیلی هاشون ترجیح میدن که برگردن و اینجا را مسئولتر احساس میکنن. ولی این ممنوعیت نمیفهم دلیلش واقعا چی بوده، چون اولین ویروسی هم که در افغانستان ثبت شد با مهاجرانی که از ایران برگشته بودن وارد افغانستان شده بود. متشکرم از تو نسرین نوا در کابل. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان افراد غیر نظامی را بازداشت میکند و بعد آنها را به عنوان نیروهای امنیتی دولت آزاد میکند. بر اساس توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان، این گروه باید 1000 نیروی امنیتی را که اسیر کرده آزاد کند. دولت هم باید 5000 زندانی طالبان را آزاد کند. در حدود دو هفته اخیر دو طرف شماری از زندانی ها را آزاد کردند. همکارم علی حسینی از کابل ماست. علی، دولت چه شواهدی داره در مورد این ادعایی که در مورد آزادسازی زندانیان غیر نظامی از طرف طالبان میکنه بیشتر توضیح بده؟ شورای امنیت ملی افغانستان مشخصا شواهد اسنادی ارائه نکرده، اما گفته ترکیبی از افرادی که آزاد شده رو بیان کرده. روی دو موضوع تأمل میگن که دو موضوع قابل تأمل است. یکی این که یک بخش عمده از 60 زندانی که طالبان آزاد کردند نیروهای امنیتی نیستند، ولی بر اساس توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان باید نیروهای امنیتی افغان آزاد میشدن. مثلا از 20 نفری که در ولایت قندهار آزاد شدن، 10 نفرشان غیر نظامی است، یا 3 نفر دیگر کارمند وزارت زراعت هستند، یا 6 نیروی دیگری که آزاد کردن، فردی را که آزاد کردن قبلا در بین نیروهای امنیتی افغانستان کار میکردن. حالا این یک نکته اول. نکته دومی که مطرح میکنه این است که یک بخش عمده این افراد در بازه زمانی یک ماه قبل بازداشت شدن و حالا آزاد میشن. میگن که این به خاطر اون است که طالبان میخوان همون 1000 نیروی 1000 نفری رو که تعهد کردن آزاد کنن آزاد کنن، ولی افراد غیر نظامی ها رو بازداشت میکنن بعد آزاد میکنن. گروه طالبان اما چی میگه؟ میگه که اینا این افرادی که طی 60 نفری که آزاد کردن، 2-3 سال میشه که در نزد آنها اسیر بودن و همچنین نیروهای و سربازای اردو و پلیس بودن که بازداشت کردن و فعلا آزاد میکنن. و همچنین گفته که فهرستی که دولت افغانستان ارائه کرده اصلا فهرست گدوودی است و نامها مکمل نبوده. به هر حال دو طرف در این حال که نیروهای دو طرف را آزاد میکنند میخوان مشت انتقادشان هم پر باشد. گدوود هم البته من ترجمه کنم قاطی پاتی. متشکرم از تو علی حسینی در کابل. اوکراین میگوید آتش سوزی جنگل های اطراف چرنوبیل هنوز به طور کامل خاموش نشده. در پی آتش سوزی های هفته گذشته در جنگل های اطراف شهر متروکه چرنوبیل، صدها آتش نشان چندین روز درگیر خاموش کردن آتش ها بودند که نهایتاً با بارش شدید باران آتش سوزی پایان یافت. گفته شده آتش سوزی ها تا چند کیلومتری ساختمان متروکه و آلوده نیروگاه هسته ای چرنوبیل هم رسیده بود. تاکنون نزدیک به 1000 هکتار از اراضی محدوده این نیروگاه هسته‌ای سوخته است. بعد از حادثه اتمی چرنوبیل در سال 1986، شهر چرنوبیل به منطقه متروکه تبدیل شد. فیلیپین گفته با اقدامات گروه شبه نظامی اسلامگرای ابو سیاف برخورد خواهد کرد. جمعه گذشته 11 سرباز این کشور در پی حمله گروه ابو سیاف در جنوب جزیره سولو کشته شدند. نزدیک به 30 سال پیش گروه اسلامگرای ابو سیاف در فیلیپین شکل گرفت. در این مدت این گروه مسئول خونبارترین حملات در این کشور بوده. فیلیپین همچنین گفته با وجود شیوع کرونا این کشور با تمام قدرت با گروه های شبه نظامی مبارزه خواهد کرد. بر اساس آمارهای رسمی تاکنون نزدیک به 6000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 400 نفر جان باختند.
پلیس هنگ کنگ تعداد زیادی از فعالان طرفدار دموکراسی را به اتهام برگزاری تجمعات غیرقانونی سال گذشته دستگیر کرد. گفته شده مارتین لی مؤسس حزب دموکرات و چند قانونگذار پیشین هم در میان دستگیر شده ها بودند. مسئولان دولتی اعلام کردند تاکنون بیش از 7000 نفر به اتهام مشارکت در اعتراض‌های ضد دولتی سال گذشته دستگیر شدند. پارسال اعتراض‌ها به لایحه استرداد مظنونان و متهمان به چین به تبدیل به تظاهرات گسترده و طولانی در سراسر هنگ کنگ شد. شیوع کرونا بر بسیاری از جنبه‌های زندگی در سراسر کره خاکی اثرات دور از انتظاری داشته، اما قرنطینه شدن انسان‌ها مجالی به حیات وحش داده که شدیداً به آن نیاز داشت. رجید احمد گزارش می‌دهد. روزنه امیدی برای حیات وحش در میانه بحران کووید 19. لبنان یکی از مسیرهای مهم کوچ پرنده ها. در حالی که این کشور تحت قرنطینه شدید است، طبیعت جانی دوباره گرفته. کسانی که وضعیت پرنده های مهاجر را دنبال می کنند، می گویند که در مناطق دور افتاده تنوع گونه های پرندگان بیشتر از معمول است. من در باغچه‌ام پرنده های کوچیکی رو دیدم که برای اولین بار می بینم. نمی دونم چرا. شاید به خاطر اینه که دیگه تیراندازی نمی شه. دیگه خبری از سر و صدای مردم و ماشینا و پرواز هواپیماها نیست. حتی حضور این نوع قورباغه درختی هم غیر منتظره بود. You will not see the frogs that we saw on the در مسیری که امروز اومدیم معمولاً این همه قورباغه نمی‌دیدیم، چون تردد آدم‌ها خیلی زیاده. اما الان ما تنها آدم‌های اینجاییم و تونستیم قورباغه‌ها رو ببینیم. We saw the frogs over there. Across the ocean in سوی اقیانوس، پارک ملی یوسمیت در ایالات متحده آمریکا که به خاطر مناظر بی‌نظیرش مشهور است، جان تازه‌ای گرفته است. تعداد خرس‌هایی که با اعتماد به نفس بیشتری بیرون آمده‌اند زیاد شده. خرس‌ها از این فرصت برای گردش بیشتر استفاده می‌کنند. به نظرم طبیعت داره از این تغییر استقبال می‌کنه. حیات وحش هم همینطور. همین الان خرس‌های بیشتری بیرون هستند. خرس‌ها در این موقع از خواب زمستانی بیدار میشن. پارک یوسمیت معمولاً سالانه 3 میلیون بازدید کننده دارد. اما اکنون حیوانات از این آرامش و سکوت لذت میبرند و با جسارت بیشتری بیرون میآیند. با اینکه قرنطینه ناشی از کرونا برای انسان‌ها مشکل آفرین شده، اما حداقل طبیعت استراحتی را که نیاز داشت به دست آورده است. رجید احمد، BBC News. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.